این جوانان با تشکیل دادن یک تیم 25 نفری در جاده های شهر کابل نمایش های جالب را به وسیله موترهای ورزشی انجام می دهند. آنان می گویند که هدف از این نمایشات راهیابی به مسابقات بین المللی این رشته می باشد. آنان خواهان حمایت حکومت و کمیته ملی المپیک افغانستان در این زمینه می باشند. آرش نایب مربی این تیم به رادیو آزادی گفت آنان حتی جایی برای تمرین ندارند. با وجودی که جایی نداریم بسیار با مشکلات مواجه هستیم. جایی که میریم مردم اذیت ما میسازند، اگر موتروان است، اگر سرباز ما شما است، یا مردم ما چند جای مواجه شدیم که موترهای ما را بسیار خسارمند ساختند و حتی به بمبای موتر ما بالا شدند و دوستای ما را لات و کوب کردند. با وجودی که هدف ما رشد افغانستان است، هدف ما رشد تیم ما است. مردم در شهر کابل این گونه حرکات با موترهای سپورتی را برای اولین بار در جاده های شهر تماشا می کنند. میر نصرت الله انصاری عضو این تیم می گوید آنان می توانند موتر را در هر صورتی که باشد کنترل کنند، زیرا برایشان تجربه شده است و در موتر می توانند بیشتر از 10 حرکت را به نمایش بگذارند. تحتی بسیار زیاد مشکل است، ما با سعی و تلاش بسیار زیاد یکان حرکات و یکان کنترل موتر را یاد گرفتیم که بتانیم در سرعت زیاد چطور کنترل کنیم موتر را، و یا در سرعت های زیاد که ما دور می خوریم چطور کنترل شود موتر. اینا را بسیار زیاد مشکل است، ولی ما خوشبختانه تانیسیم کم و تم یاد بگیریم. و ما پیشنهاد ما از دولت و از المپیکی است که بر ما یک فدراسیون جور کنه، فدراسیون اسپورتس کار، یعنی بتانیم که موترهای سپورتی را ما بدوانیم، مسابقات برگزار کنیم و بتانیم نمایش های خوب در افغانستان داشته باشیم. افغانستان هم از کشورهای خارج کم نیست، اگر ما بخوایم هر کار میتونیم، هر ورزش میتونیم پیش ببریم. با گفته مربی این تیم، مردم نمایشات دیگر این موترهای ورزشی را با اشتراک تمام اعضایش عنقریب در شهر کابل تماشا خواهند کرد. خلیل سلطانی، رادیو آزادی، کابل.